سمی شناسایی نشده برای من مخاطب قابل قبول میتونه باشه یا خیر؟ چون از دید من یک سم، البته من چون نه تخصص چنین کاری رو دارم نه از لحاظ امنیتی، ولی خروجی این موضوع برای دخترایی که این اتفاق افتاده براشون یکی بوده. اینکه مثلا پدری چنین کاری رو کرده باشه یا مثلا بچه‌ای چنین کاری رو کرده باشه از دید من قابل قبول نمیتونه باشه. مطمئنن سرویس هایی پشت سر این بودن، مطمئنن اطلاعاتی داده شده و حالا اگر سمی هم ساخته شده، اگر شناسایی نشده، حالا خب ما سعی میکنیم تا شناسایی بشه، ولی پذیرفتن این که این سم برای فرض کنید دختران زیر 18 سال قابل دریافت بوده و به راحتی تونستن تهیه بکنن یا مثلا پدری چنین کاری کرده، یه مقدار با مخیله من جور در نمیاد. میخواستم توضیحاتی از ایشون بگیریم که اصطلاحا مخاطب بتونه قانع بشه. من به شخصه واقعیت خودم چون قانع نشدم باز این سوال رو تکرار کردم. عذرخواهی میکنم جناب آقای کرمی و آقای سرابی. ما دنبال این بله. من آقای کرمی یک سوال بپرسم، این واضحه محرک استفاده شده یا نشده؟ چون وقتی میگیم همین چیزی استفاده همین شده. همین این ببین دو تا واژه با هم متفاوتن. جناب شاه محمدی اسم سم رو میبرن، شما محرک رو میگید. خب ببین سم تعریف داره، یعنی تو علم سم شناسی اگر شما لطف کنید مطالعه بفرمایید تفاوت داره، محرک با سم فرق داره. یعنی ما دنبال اون دستگاه‌های پیشرفته که عزیزان دارن کار میکنن، عرض کردم مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی و مرکز تحقیقاتی معروفی که تو حوزه مسمومیت کار میکنن، دستگاهی فوق پیشرفته‌ای دارن که سموم جنگی رو شناسایی میکنه. اوایلش همه دنبال سموم جنگی بودن، ویکس و نمیدونم عوامل خون و عوامل تاولزا و اونایی که تو جنگای شیمیایی علیه ایران استفاده شد، تو سردشت و تو فلان و فلان، از اینا 2300 نوع هست. خب اونا هیچ کدوم شناسایی نشد. به من جواب شما اومدی، شما دنبال این هستید که، یعنی من به شما چون کلمه مسمومیت از بس تکرار شده این واژه متاسفانه بد به کار رفته، همه دنبال یه سم خطرناک میگردن. در حالی که من گفتم تو پیپرهایی که الان داشتم سعی میکردم برای ایشون بفرستم، برای آقای دکتر محمدزاده الان میفرستم، شما لطف کنید به مقالات نگاه کنید، رجوع کنید به ریفرنس ها، ریفرنس های بین المللی، همون ویکلی اپیدمیولوژیکال ریپورت مال سازمان بهداشت جهانیه و در همون هم از این کیس ها هست که من هم کیس افغانستان الان برای ایشون میفرستم، شما لطف کنید ایشون هم برای شما بفرستن یا تصویرشو بذارن همتون نگاه کنید. ببینید دنبال این نباشید تو ذهنتون بگید من قانع نمیشم که پیدا نشده. من میگم ببین تعریف شما یه ماده شیمیایی، بله این میشه کل ماده شیمیایی دیگه، کل سمام یکی از گروه ماده شیمیایی. ایشون فرمودن محرک. خب ما اینجا میگیم محرک همون ماشه هست، بوی بد. همه بچه ها میگن بوی بد اومد، بل لطف کنید بخونید گزارش ها رو، چه گزارش های رسانه‌ای چه گزارش های پزشکی رو. از یک کلاسی که مثلا 23 نفر چیز شدن، تک تکشون رو که تو کلینیک میپرسی اینا میگه هر کدوم یه بوی رو میگه، یکی میگه بوی عطر بد اومد، یکی میگه بوی واکس اومد، یکی میگه بوی ماده سوخته اومد، یکی بوی گاز اومد، یکی میگه بوی نمیدونم واک چیز مثلا H2S چی میگه چون ما تخم مرغ گندیده اومد، یکی میگه بوی فرق. چرا اینقدر فرق داره؟ مگه یه ماده بیشتر نبوده؟ چرا اینقدر تفاوت داره؟ این نشون میده که ذهنیت دانش آموز داره دنبال واژه‌ای میگرده که بوی بد رو تعریف کنه، چون شیمی نمیدونه برای شروع میکنه یه چیزایی بوی عطر بو، چون بو خیلی متفاوته دیگه. خب برای من که بیام اینجا به شما دروغ بگم، بابا دستگاه های ما جز به اون سموم شیمیایی جنگی رو پیدا نکردن، این مواد کلوره مثل شوینده ها که بسیار هم خطرناکن، ریه رو میسوزونن، عرض کردم خانم های خانم دل چی کار میکنه آقای دکتر با ریه؟ شما بهتر میده آقای دکتر محمدزاده میده چی کار میکنه دیگه؟ ما مصدومین شیمیاییمون بیشتر خردلی هن. یا عامل خون چی کار میکنه؟ یا نه برید سراغ سردشت، خردل بود، برید سراغ حلبچه. حلبچه چی بود؟ عوامل اعصاب بود، وی اکس، تابونز، سومان، سارین،
عکسایش همین الان جناب شما اومده، شما بزنید عکسا رو ببینید، اون کار رو سم شیمیایی میکنه که بچه نوزاد تو بغل مادر با یک نفس و سیستم اعصاب از کار افتاده، ریه‌ها متوقف شده و هر دو خفه شدن و اون عکسای وحشتناک، یا تو سردشت رو برید ببین، همه تاول زدن. خب ببین تاول درون ریه هم زده شده. بچه رو ما همه اینا رو پس از 24 ساعت که مرخص میکنیم و پس از یه هفته، دو هفته، سه هفته بهشون زنگ میزنیم، این بچه‌ها دیگه همه حالشون خوبه و هیچ آرزوی دراز مدت ندارن. اون شایعاتی که اینا دختر رو دارن نازا میکنن، دارن نمیدونم چی میکنن، سرطان میگیرن، مادرها زنگ میزنن دکتر بچه هامون تا آینده چی میشه، اینا نگرانی فضای مجازی. اون بود دومه، ماسیستریا، ترس جمعی. جالبه مثلا توی معلمی میگه که یکی از دانش آموزان، یکی از کیسا میگه که معلم اومد جلو تا این واژه به کار برد محرک، میگه که بچه بوی بد حس نمی کنید، همین واژه رو که میگه یکی از دانش آموزی که آره خانم معلمی هست که بوی میاد، اون بغلیش میگه یه بوی میاد، گلوم داره میسوزه. و اون داستان قدیمی تعطیل کردن کلاس ها که بچه هم خیلی دوست دارن کلاس ها تعطیل بشه. ببین ترکیبی از فاکتورهای روانی و یه ماده محرکه. خواهش میکنم، قصد من اصلا این نیست حالا بکشم این که شما رو قانع بکنم، من دارم آنچه که فکت هایی که پیدا کردیم رو به شما میگم و قانع شدن شما بستگی به ذهن شما داره، چون اگه شما نخواهید قانع بشید من 300 تا مقالم جلو شما بذارم، حتی آزمایش ها رو بیارم جلو شما بذارم، شما قانع نمیشی. بعد شما تلاش کنی این کار بکنی، بعد بگی که دکتر کرمی تمام تلاشش اینه، نه ساندیس خوره، نه میخواد از نظام دفاع کنه، نه میخواد بحث و سیاسی کنه، میگه من جون بچه ها برام انقدر مهمه چون بچه های منم تو مدرسن. خب اگر سمی به کار میره، خب من اصلا خودم به پا میخیزم و کل مدرسه کشور رو تعطیل میکنم. تو اون مدرسه کیس نیو انگلند جورنال 3 روز مدرسه رو تعطیل کردن، ولی جالب آخر مقاله مسئولین اعتراض میکنن به شدت، این همه پول خرج کردیم، این همه هزینه کردیم، 3 روز بیخود تعطیل کردیم، آخر چی سمی پیدا نشد. جالب آخر مقاله دقیقاً استاد اعتراض میکنه به سیستم نظام بهداشتی آمریکا، شما چرا نتونستی اما اول بگید که ماسیستریاست؟ این همه هزینه، این همه دانشمند، این همه تخصص، این همه مدرسه، این همه خانواده ها نگاه دی که اون طرف اتاق فکرن و یه دهی در داخل که عواملن، حالا منافقین هستن یا فرد ناآگاهی از بین اولیای دانش آموزانه که میتونه اینا منافق باشه، جزء همونا باشه و خواسته کاری بکنه، گفته تو برو اینو پخش کن، من میام جلوی مدرسه، اختشاش که شد فیلم میگیرم میفرستم به رادیو اینترنشنال، اون شبکه اینترنشنال هستش، این گفتهاش هست. خب با توجه به این پدیده من دنبال چی بگردم؟ اینجا فقط یه هشدار دادم تو سخنرانی هفته پیش، یه هشدار دادم. خب حالا که دیگه همه چی گزارش شد و گزارشات وزارت کشور و وزارت اطلاعات اینو داره داده میشه، اونا بیکار که نیستن، اونا ممکنه دست به کشته سازی بزنن، این دفعه ممکنه یه عامل جدی استفاده بکنن. اینجا بود که نیروی انتظامی وارد شد، مدارس تحت کنترل دوربین ها هستن و نیروهای بسیاری دارن حراست میکنن از مدارس که این اتفاق نیفته، چون اونا آدمکشن، واقعا آدمکشن، دختر معصوم رو میکشن، این همه آدم رو تو خیابونا کشتن، پلیس رو کشتن، نمیدونم آمبولانس آتیش زدن. خب اینا هیچ مرز اخلاقی ندارن، بنابراین کشته سازی براشون اصلا شاه چراغ شما دیدید. بنابراین احتمال داره که یه ماده سمی و خطرناک جنگی وارد کنن، بنابراین فاز بعدی اینا ممکنه خطرناک باشه. اینجاست که خدا رو شکر با ورود رهبری و تمام مسئولین نظام و جدی شدن و تهدیداتی که ما کردیم، یعنی واقعا من هشدار دادم اینا دست به هر کاری میزنن، دنبال این نباش. همشناسی هست دیگه، پزشکی قانونی داره کار میکنه. خب سم جنگی پیدا نشده، همونی که فرمودن آقای دکتر محمدزاده، یک نوع محرک بوده که ماشه رو کشیده و این اتفاقات هم یه زنجیره رفت 15 استان رسید و فلان، و خدا رو شکر الان دیگه یواش یواش دیگه اونا متوجه شدن که ما توان کنترل این پدیده رو داریم. خب آقای
خب بسیار عالی. آی دکتر سرابی اگر تشریف دارید شما. جناب سلطانی اگه سوالی هستش در خدمت هستیم. بقیه دوستان هم که حالا سوالی دارن شما. جناب سرابی من عذرخواهی میکنم. جانم آقای بنده اجازه بدیم من میخوام یه عذرخواهی به جناب دکتر کرمی عرض کنم که اصلا جسارت بنده رو ببخشید، اصلا قصد اینو نداشتم که مبحث این رو عرض کنم که شما دروغ میگید یا اطلاعات غلط میدید. من عذرخواهی میکنم از شما اگر چنین معنا و مفهومی در کلام من بود. من فقط خواستم عرض کنم که برای شنونده چون این اتفاق نسبتاً شباهتشون در تمامی استانها یکی بوده این رو عرض کردم و توضیحاتشون هم خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه هست؟ ممنونم. یه لحظه های حسن اگر به ترتیب پیش بریم آقای سلطانی بفرمایید. بله عرض سلام و ادب. آقای سلطانی بفرمایید. پیشنهاد یک راهکار. سوالم اینه که تو یک روز فکر کنم 33 تا شهر درگیر بودن همزمان. این یعنی که یک نیروهایی بودن که همزمان به طور همزمان بر اساس فرضیات شما یک ماده ای و حالا اون محرک رو دادن به دست بچه. این چقدر میتونه با اون چیزی که شما گفتید همخونی داشته باشه که چیز خاصی نبوده، صرفا محرک بوده که در 33 تا شهر به صورت همزمان این اتفاق افتاده، در دو روز متوالی هم تعداد مدارس بسیار بالا بود. یک پیشنهاد جناب سلطانی داره. جناب سلطانی ببینید اصلا بحثی نیست، ببینید حتما لازم نیست محرک باشه. اون MPI که من گفتم mass psychological illness یا psychogenic illness جناب سلطانی اصلا وقتی به این فاز جلسه اول دومی 12 روز بعد 9 روز 8 روز 7 روز 6 روز 5 روز بعد به قول شما در یک روز میتونه ممکنه 10 ها مدرسه باشه. اینجا اصلا دیگه نیازی ماده محرک نیست. ماده محرک وجود داره الان، چیه؟ همین حجم داده ها. یک ترس و حراس حولیا با ما تماس میگیرن که دیگه تصمیم من میترسم بچه هم بفرستم مدرسه. کافی یک بچه جناب سلطانی، یعنی در مقالات داریم، یک دانش آموز بگه بچه ها بوی بد نمیشنوید، همین، این میشه محرک. هیچ ماده شیمیایی وجود نداره. اینه دیگه MPI، اینه دیگه. این علائمات ترسی که تو بچه ها بوده یکی بوده یا متفاوت بوده؟ این جمع‌آوری که کردیم جناب دکتر، اینا رو که دیختیم توی فایل اکسل، خب مثلا نمیشه مرسه فلان دانش آموزا فلان، چون من واقعا به اینا گفتم 2 ماه پیش. ببین یه پروژه است کاملا مشخصه، پروژه بسیار عظیمه. فاز اولش اختشاشات 26 شهریور، بعد 9 آذر در وسط اون مسئولیت ها، و الان هم که دارید میبینید دیگه چیا دارن پخش میکنن و چیکار میکنن. بگذاریم یه پروژه عظیم داره اجرا میشه. خب وقتی ما اینو تو اکسل، من اینو گفتم آقا این پروژه از تمام داده ها رو تو یک بانک اطلاعات جمع کنید، به اون انتها که میرسیم. حالا من اگر که عکس‌ها رو بفرستم برای جناب دکتر محمدزاده و یه ذره وقت میبره، باید در این حال جواب رو بدم، خب تمرکز ندارم. بگن الان میفرستم شما ببینید، کافی عکس همون مورد افغانستان رو ببینید 2012 آقای دکتر جناب سلطانی، این همین پدیده است. یعنی مجموع علایم شبیه همه، ممکنه دانش آموز به دانش آموز فرق کنه، یکیش میگه بینی میسوزه، یکی میگه حلقم میسوزه، یکی میگه سرم گیج میره، یکی میگه پاهام شله، ولی مجموعه داده های ما که انشالله مقالش منتشر خواهد شد چند ماینده، شما میدید که همین که حرفیست که شما فرمودید آقای دکتر جناب سلطان، عذر میخوام. چرا؟ چون اون تریگری که شما فرمودید دیگه تریگر ماده شیمیایی ممکن نباشه، اعراض دانش آموزه. یعنی در بعضی از MPI ها شما این داستان قدیمی رو شنیدید دیگه، بچه ها وارد مکتب شدن، میخواستن کلاس رو تعطیل کنن، با هم قبلش هماهنگ کردن
که من سه نفری ما میگیم من میگم حالم بده، تو هم بگو حالم بده، استاد حال شما بده، فلان بده، حتما تو داستانم شنیدید. بالاخره استادم 15مین نفر که گفت بابا شما یه چیزیتون هست رنگتون پریده، استاد حالتون خوب نیست، کلاس تعطیل میشه. این میشه ام پی آی. یعنی سایکولوژیکال وارفه در جنگ روانی. جناب باز عز میخوام میام بیرون، جناب سلطانی خیلی الان خطرناک. دکتر جان من یه برای من میفرستن یه سوال داشتم جانم. دکتر ببینید، من میخواستم یه پیشنهاد بدم که شما گفتید نیاز نیست حتی تو محرک هم باشه. من گفتم شاید یه پیشنهاد بدیم که بازرسی بدنی که اینکه ورودی چرا چرا این تو دارم. چرا تو گایدلاین هست جناب سلطان؟ اینو یه ماه پیش فرستادیم آموزش پرورش. ببین دانش آموز جناب سلطانی حق نداره با خودش اسپری فلفل بیاره داخل مدرسه، حشره کش برده بوده یه پسره. البته بهتون بگم دو سه تا مدرسه پسرانه هم هست تا، چون همه میگن دخترانه معلوم شده که اونجا نقشه این بچه بازیای بالاخره این پسرها خیلی بازیگوشن و اینا. خیلی هم دوست دارم مدرسه تعطیل بشه دم عید، میدونی کسی حوصله مدرسه نداره، اوضاع فلان گرانی و پر اخبار عجیب غریب. همه میخوان پسر خود من دانشجو دانشگاه میگه با استاد رفتیم هماهنگ کردیم دانشگاه رو تعطیل کنیم. خب اینا دیگه صادقانه باید بگیم. خب بچه برای چی حشره کش با خودش بیاره سر کلاس؟ حرف شما کاملا درسته، ولی الان یه کار دیگه کردم. من پیشنهادم میدونی چی بود؟ خواهشم به شما اینو نشرش بدید. البته من الان فایل گایدلاین رو به احترام شما برای همتون میفرستم، یعنی به جناب دکتر میدم، دکتر برای همه شما بفرستید. این گایدلاین رو ما یه ماه پیش بنده خودم نوشتم در عرض، خب تجربه زیادی داریم تو حوزه شیمیایی، ما تو دنیا عرض کردم ما جزو بابا سازمان ملل از ما مشاوره میگیره. ما 100,000 مصدوم شیمیایی داریم، ما قولیم در حوزه مقالبه شیمی، چون ما میدونیم که مصدومیت شیمیایی چقدر چیز بدیه. ولی اینجا حرف شما درسته. ببینید به اولیا و مربیان، دکتر جناب سلطانی عزیزان، خیلی کارو دولتی نباید بکنیم، کارو بسپاریم به مردم. من اعتقادم اینه چیه؟ یک انجمن اولیا و مربیان، دو شورای دانش آموزی، میدونی؟ یعنی بعد یه کاری کنیم خیلی ایجاد ترس و حراس، امنیتیش نکنیم مدرسه رو. ببین شما بگردی بچه‌ها رو خودش ایجاد ترس میکنه. بچه دبستانی کوچولو رو مثلا شما بیای یه حس میکنن یه اوضاع چرا امنیتی، چرا ما رو میگردن، میدونی؟ بعد شما با آرامش، من الان با تمام معلم ها مسئول آموزش پرورش تماس میگیرن، تمام توصیه‌ام اینه، مادر به بچه بگو اتفاق نمی، اگه کسی گفت دو دقیقه صبر کن، نه پر در رو وا کنی بپری بیرون، یه بو کن ببین واقعا بوی هست یا نه. جالب کلیپی هست، یه دختر خانمو میگه که بغل دستی من اینو در این ماده رو اوورد و بخواد پخش کرد به صورت منم پلان، بعد گفتیم چرا این کارو کردی، گفت یه کسی به ما گفته این کارو بکن، میگه منم حالم بد شد. همینی که میگه من اصلا اعتقادی به این چیز نداشتم، یعنی مثل آقای دکتر کرمی فکر میکردم، ولی دیدم نه واقعا انقدر میزان استرس و استراب زیاده، همه کلاس به هم ریخته، منم تو جمع دیدم حال منم داره بد میشه، در حالی که من اصلا مسموم نشده بودم، فقط یه بو حس کرده بودم. ببینید چی کار کنیم؟ پیشنهادم این بود، اساتید دانشگاه چرا نمیان تو این جمع؟ چند تا پزشک الان اینجا داریم، چرا یه سمشناس الان اینجا نیست؟ جناب سلطانی، جناب محمودزاده، جناب لطفی، جناب نمیدونم شاه محمدی، چرا الان 5 تا پزشک تو این جمع نیست؟ چرا اونایی که این آزمایش ها رو انجام میدن اینجا نیستن؟ چرا من تنهایی باید تو فضای مجازی کار کنم؟ خسته شدم به خدا. میدونی از صبح تا الان چندمین جلسه هم آقای جناب سلطانی، جناب محمودزاده، به خدا گلوم داره درد میکنه. آخه من چرا اساتید میترسم بیان تو کلاب هاوس؟ میدونی چرا؟ میاد جوابتون بدم، بک چنل رو نگاه کنید، بک چنل نگاه کنید، ببینید توهین های وحشتناکی به ما میکنن. استاد دیوانه است مثل که من دیوانم به خدا. ببین چقدر فحش به ما دارن میده، طرف یه مقاله نداره. خواهش میکنم دکتر محمدزاده، خودت بک چنل رو بخونید، همین الان بخونید، خواهش میکنم بک چنل. ببین چه فحش های رکی اون فضاها. آی دکتر کرمی این جدی نه ببینید این فضاها یه عالم سمپات توشه، ما که دیگه تو این فضاها بودیم از سازمان. نه آدمای معمولی هم میگم الان، خب
نگاه کنید این فضاها فضاهای مسمومیه، ولی این مسمومیت، مسمومیت ذهنی گاهن به جامعه هم تسری پیدا میکنه. این رو که همه ماها که تو این فضا هستیم تجربه کردیم. من روم دیگه هم با شما بودم پارسال، در مورد واکسن بودش که اونجا هم لطف کردید، تشریف آوردید و توضیحات رو دادید. فرد این رو نمیفهمه، یعنی این شعور اجتماعی در بعضی از ما نیست که این مقام مسئولی که میاد که دسترسی به داده داره لزوما وظیفه ای نداره، کارانه ای میگیره که بیاد اینجا برای تو توضیح بده، نیادم کسی بهش نمیگه. خب اینا دیگه بازیه دیگه. دوستان یک سری مهاجرت کرده هستن که حالا یا به یک سیستم مثلا چیزی ارادت دارن، یه دفعه هستن که من فکر کنم این خودش یه جنگ روانیه ها. ببین حالا موضوع ما الان دقیقا همینه. ببین منی که اشباهم آید دکتر، من تعجب یه چیز بهتون میگم، تعجب کنید. من تراریختره که بحث 10 سال پیش شروع کردم، جناب دکتر محمدزاده، جناب مرتضی، جناب اساتید بالا، میدونید منو چقدر دادگاه کشوندن؟ به خدا داشتن میبریدم. یعنی صبح داشتم از این دادگاه به اون دادگاه باید میرفتم، فقط هم بازی بودا، چون اسناد اگر صدای بنده رو دارید، ما متاسفانه صدای شما رو نداریم. فحشای ناموسی میدن به خانوادت، به شرفت، به درجت، به دیگریت، به مقالاتت، به... یعنی واقعا استادای دانشگاه مثل من نیستن های دکتر. شماها کمید تو این ایران. همین الان تو جمع شما من زنگ بزنم، اگه یکی از همکارای من اومد تو این جلسه، برمیگردم میگه تو دیوونه ای، اصلا چرا میری تو این اتاقا؟ مگه نمیدی چقدر فوش بهت میدم؟ بابا تو خجالت نمیکشی، حتی با من دعوا میکنن. آی دکتر به این سادگی ها نیست، یه سایکولوژیکال وارفیر. شما که دکترای فلسفه داری میخونی، آی دکتر محمدزاده که خودشون ماشاءالله توی زمینه استادن، به خدا این جنگ روانیه، دارن با روان استادا کار میکنن، اصلا کاری میکنن که استادا نیان. ببینی خیلی ما باید نمیدونم، من به شورای انقلاب فرهنگی دقیقاً نمیخوان که ببین کم آدم پیدا میشه اونا رو تحمل کنه. یکی از جلسات آقای دکتر من رفته بودم، این آقای اسکپتیک روانی چی اومده بود، اصلا ببخشید فایل صوتیش هست برید گوش بدید، واقعا فحشای چنان رکیکی به ناموس آدم میده که تحملش برای قوی ترین آدم ها سخته. خب ببینید اینا کاملا به نظر من آموزش دیدن که اساتید و فراری بدن که یه نفر بیاد فقط حرف بزنه بقیه عزم. اصلا رک برگشت گفت همین هایی که 2000 همین اصلا گفت همه زنای ایران گاوه. اصلا این فرد بی تربیت 5000 نفر طرفدار داره، من نمیفهمم واقعا. و یعنی الان خود منم دارم میخیس آقای دکتر، من الان نمیخوام، بله واقعا تجربه میشه. من جالبه برگشتم گفتم خانم های جلسه، چون برگشت یه فوش خیلی رکیک به زنان حاضر در جلسه داد. معذرت میخوام، ما یه چیزی به ما تو این مکتب جمهوری اسلامی یاد داده اسلام و اینا، دهنمون قفله آقای دکتر، خودتون میدونید دهنمون قفل، بکشیم نمیتونیم فوش بدیم، نمیتونیم، نمیدونم چرا اصلا احساس توهین میکنیم. این بچه حزب الله یا بچه بسیجی ها به قرآن، من میگم اصلا، بعد طرف برگشت گفتم خانوما چجوری تحمل میکنید؟ یکیتون بیاد بالا حرف به همه ساکت، همه ساکت. الان فوشخور من نگاه کنید همین پایین به من چیا که نگفتن آقای دکتر تا کی؟ من دارم جواب علمی میدم. آقای شاه محمدی سوال علمی فرمودن، انقدرم بزرگواره. اصلا من از حرفای شما توهین احساس نکردم آقای جناب شاه، به خدا اصلا منظورم اون عذرخواهیتون هم به بزرگواری خودتونه. اصلا من این خواستم بگم بهتون، من دارم داده بهتون میدم. الان هم میخوام ساکت بشم 10 دقیقه، شما دوستان مدیر 20 دقیقه مدیریت کنید، من بریم مقالات رو برای آقای دکتر بفرستم، بعد اونا رو ببینید دیگه. چرا من حرف بزنم؟ اسناد رو ببینید. دکتر جان یه سوال دیگه داشتم میخواستم مطرح کنم.
تو که شما میگی سلطانی، اگر یه لحظه اجازه بدید من خیلی سریع چون سوالمو ناقص شما مشاوره آقای سلطانی اگر اجازه بدید چون به هر حال دوستان دیگه هم هستن که صحبت کنن. ممنون هستم، متشکرم هستم از شما. آقای دکتر سرابی تشریف دارید قربان. بله بله آقای مایک زدن آقای تیرانی عزیز اون موقع اگر میخوان سوالی بپرسن یا مسئله‌ای دارن طرح کنن چند دقیقه من چون دیدم آقای دکتر کریمی گفت من این مقالات رو بفرستم نگاه کنید بازم من دارم تاکید میکنم. خب نمونه افغانستان رو من گذاشتم بالا آقای دکتر کریمی، نمونه قبلی هم که مقالش رو گذاشته بودم. هر فرمایش دیگه هم دستور دیگه هم دارید؟ نه 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 یه تصویره، من میخوام تصویر بهتون بگم. اون تصویر اصلا دوستان نگاه کنن تعداد دخترها علایم بیماری اینا همه هست. الان براتون میفرستم تو همه بچه کانال من زحمت بکشیم بلا فاصله من پانچش میکنم بالا برای دکتر محمد زادم همین زحمت رو توی واتساپ حالا خودشون میتونم بکشیم. من با اجازتون آقای دکتر سرابی هم چت رو بستم هم بالا اومدن رو بستم که این هزارات نه بالا اومدن رو نبندین آقای بالا اومدن رو نبندین چون بعضی از افراد هستن من آقای خراسانی رو دعوت بدم، دوستانی هستن که حالا پایین من آقای پروفسور پیروزی هم پایین تشریف داشتن، بعضی از دوستانی که شناسنامه دارم و میشناسیمشون که میشه بحث جدی کرد تو این روم رو اون عزیزان رو دعوت بدیم بعد نیستش بیان بالا. من ممکنه نبینم یه جاهایی قفل میکنه از اصلا صفم ولی اگر حتی میخواد ولی اگر باز باشه بهتره آقای کبیری چون حالا دست بلند میکنه شخصی که افرادی که فیکن از اصطلاح گروه این آدم ملعون هستن این اکانت ملعون هستن آقای والاشانی دقیقا به خاطر همون و نه اونا رو بلش میکنه آدمای افراد متشخص حقیقی رو من خودم با افتخار دعوت بهشون میدم. آقای سلطانی، آسد مهدی عزیز، آقای املاشی، آقای دکتر فیروزی عزیزان بفرمایید. بفرمایید حتما. سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید مخصوصا آقای دکتر کرمی عزیز، حضور سروران خودم که خب توضیح این پدیده که آقای دکتر کرمی به عنوان مس هیستوریا تلاش میکنن توضیح بدن خب خیلی چیز پیچیده نیست، به زبان ساده هم میشه این رو بیان کرد. یک تحریک پذیری روانی تو یک سن خاص که در واقع اوج فعالیت های غدد بدن هست تو فیزیولوژی بدن و یه پدیده طبیعی میتونه در اون سنین باشه و خب این رو همه قطعا متوجه شدن. اما نکته ای که اینجا هست آقای دکتر تلاش کردن بگن که روالی که الان داره در واقع به عنوان یک پدیده چرخش میکنه در شهرها مثل پدیده ی آونگ فیزیک که یک تکانه به گوی اول میخوره و تا گوی انتها میره، ما بقی دیگه تأثیرات روانی که حاکم میشه و قطع به یقین هم درسته در مسیستریا دقیقا همین اتفاق میفته. اما برای تکانه اول که در واقع یک تحریک پذیری نیازه قبل از اینکه این اطلاعات اصلا لود بشه بیاد بالا، مخصوصا در شهر قم چون من با کسایی که آسیب دیده بودن فیس تو فیس صحبت کردم و این نکته برام خیلی مهمه و الان به خاطر هم مطرح میکنم که هم آقای دکتر توجه کنن همین که یک پاسخی بگیرم از این مطلب. اول که اون سنی که این اتفاق میفته دقیقا سنیه که شما در یک کلاس حتی اشخاصی که این اتفاق براشون میفته شخصی که ویزیت میکنه حتی دکتر هم نه، من رفتم با پزشکیاری که بچه ها رو معاینه میکنه و در واقع فیس تو فیس باشون مواجهه میشه و در روز حداقل دو سه بار این کار رو انجام داده بود، یعنی از این مدرسه بعدی میرفت و عامل اورژانس بود. توضیحاتی که میداد خیلی جالب توجه بود. دوستان نه گروه خونی توش عامل هست، نه سن دقیق توش عامل هست، یعنی شما یک پرانتز باز پرانتز بسته ندارید، فقط میتونید بگین که از کلاس راهنمایی یا اوائل دبیرستان و سن و قد و وزن و یعنی هر پدیده‌ای که میخواین دسته بندی بکنید فقط این رو میشه گفت، کسانی که
در اوج تکامل جسمی خودشون فقط هم در دخترها هستن، یعنی بیشترین برون ریزی قدرت رو دارن، حساسیت بالا رو دارن و به لحاظ احساسی در بالاترین حالت ممکن خودشون بودن. یعنی حتی ایشون میگفت که اکثرشون بچه های حساسی بودن. میگفت اونایی که بچه های بیخیالی بودن توی کلاس 24 نفره چطور میشه فقط 8 نفر تحریک میشن؟ ببینید اون ماده محرک احتمال داره در ابتدا به ساکنی که اصلا این پدیده شروع شده محرک های استفاده شده بوده که هیچ کسی هم اون زمان اصلا اطلاع نداشته، برای اینکه اصلا این پدیده اون تکانه اولش در واقع رخ بده و شروع بشه، بعد تبدیل بشه به مس هیستوریا. یعنی قبل از اینکه پدیده روانی باشه یک عامل محرک نیاز داشته. حالا اون لحظه جالب توجهه، دستبندی ها رو یکی یکی ما مرور کردیم. دو نکته جالب بود. اون عامل اورژانس فقط این خیلی براش جذاب، میگفت اکثرا در طبقه دوم اتفاق میفته، جایی که به لحاظ دمایی، به لحاظ دمایی نه دما خیلی بالاست نه خیلی پایینه. این خیلی برای اون عجیب بود. و یکی این که فقط روی بچه های حساس، در صورت که در کلاس خانم های بالغ مثل معلم ها، همراه ها، دوستان توجه کنید در روزها و هفته های اول اصلا کسی نمیدونسته چه اتفاقی میفته. یعنی فکر میکردن بچه ها شاید مثل ویروس یه چیزی حال بچه ها رو بد میکنه. هنوز اصلا این مباحث نشر پیدا نکرده. اون لحظه برای ما مهمه، اون لحظه چه شکلی این اتفاق میفته. یعنی الان نگاه نکنید که هممون آگاهی داریم که چنین پدیده‌ای هست، پس ریاکشن ها ممکنه بر اساس یک پدیده در واقع روحی روانی باشه. قبل از این همون تکانه اول، این تکانه اول وقتی زده شده، با خانواده ها وقتی صحبت کردم، اتفاقا عدم آگاهی پزشکای ما، 99% خانواده ها با پدر مادرش رو من صحبت میکردم، بیشترین ترس رو از والدین دانش آموزا گرفته بودن. یعنی تکانه رخ داده بود، بعد با پزشک مشورت میکردن که چه بکنیم. پزشک ها توصیه کردن که بله چیزی هست که نمیگوین و بچه ها ممکنه مثلا نازا بشن، ممکنه فلان بشن، نه اینجوری نه اونجوری. یعنی شما ببینید دقیقا این موضوع روانی، کسی که عالم این کار رو میکنه، خب چه پزشکای این کار رو میکنن، کافیه لابلای پزشکا مثل اساتید دانشگاه فرق نمیکنه، مثلا یک موضوعی مطرح میشه، از باب احتیاط هم که شده پزشکا معمولا یک باب اخلاقی هم دارن که احتیاط میکنن. مثلا میگفتن خب حالا یک هفته بچه‌ها رو نفرستید ببینید چه جوری دامن زده شده. من میگفتم خب چرا نفرستادین؟ گفت آخه ما این پزشکو مثلا میشناختیم، دلسوزی میکرد برای ما. بعد جالبش اینه که توی خانواده که توی سه رده سنی مختلف دانش آموز داشت، یعنی اصلا به اون رده سنی مس هیستوری هم نمیخورد، تا بچه دبستانیشو اجازه نمیداد بره. یعنی ترس ببینید وقتی غالب میشه تعارف نداره. خب پس میتونه یه تکانه تبدیل بشه به یک پدیده روانی، این کاملا درسته. اما اون پدیده اول که تکانه اول رو زده، هیچ شاهدی وجود نداشت. یعنی شما باورتون نمیشه، بعضی از مدارس، من اومدم بالا اینا رو توضیح بدم، بعضی از مردم ما یا حتی دوستانمون نشنیدن اینها رو. دوستان مدرسه قرنطینه شده، درهاش بسته شده، دانش آموزا بیرون، دوستان با لباس مخصوص موزاییک به موزاییک رو گشتن که حتی اگر یه کپسول کوچیک، حتی عذر میخوام اگر یه آب دهان افتاده باشه نمونه گیری کنن. ببینید در این حد نمونه گیری شده، دقیقاً تو همون کلاسی که روز اول مثلا گفته شده. حالا ما چند تا از این نمونه ها داشتیم، بالای 10 مورد این شکلی داشتیم. حالا جنبندی ها و ترکیب ها، آیا گروه خونی خاصی؟ خیر. آیا سن دقیقی؟ خیر. آیا به لحاظ ژنتیکی انسان خاصی رو درگیر میکنه؟ خیر. یعنی شما هیچ قالبی نمیتونستین پیدا بکنید که بگین توی این قالب اتفاق میفته. مثلا مثل پدیده کرونا که مثلا میگفتن آقا از 65 سال به بالا اولین درگیری ها رخ میده به این دلیل به این دلیل، یا مثلا کودکان رخ نمیده. و جالبه که خب پسرها که نبودن هیچ، چون فیزیولوژی بدنشون فرق میکنه. به چه لحاظ؟ به لحاظ همون مس هیستوری. یعنی اینجا همون قالبی که ما الان میگیم خیلی مهمه اتفاقا. خب از این در خانوم ها چه سنی؟ سنی که
دخترانی که بالغ شده اند حداقل تا 4 یا 5 سال بعد از بلوغ، بالاتر از اون هم درگیر نمی شدن. یعنی اوج احساسات و رشد قدرت در یک شخص که داره تکامل پیدا میکنه. و جالبه که تو خیلی از مدارس بوهای موازی که از اطراف می اومده، یعنی حتی شوینده ها، تمیز کننده ها، شدن عامل محرک. خب این پدیده رو من ورق زدم برگشتم عقب، میخوام این نکته رو بگم. انصاف بدیم، محرکی بوده شاید روز اول، شاید روز اول، اما ما بقیه اتفاقات به صورت یک تکانه فیزیکی یا آونگی رخ داده، رخ داده، رخ داده، رخ داده و همینجور دومینووار اصطلاحاً پیش میره. حالا عاملی که جلوش رو میتونه بگیره در مس هیستوریا چیه؟ این یه نکته. و یه نکته هم آقای دکتر کرمی اشاره کردن. خب به لحاظ ژنتیکی امروز علم به جایی رسیده است که بتواند مواد محرک برای یک دسته‌بندی خاص رو طراحی کنه و چه پدیده خیلی خاصی هم نیست. پدیده هایی که در امریکا، در انگلیس، حالا در افغانستان دوستان زیاد مثال میزن چون در کنار ماست، برای اینکه ما در واقع بتونیم به لحاظ تصویرسازی راحت تر باشیم، هم در اروپا هم در امریکا رخ داده. میتونیم این موضوع رو بپذیریم که در واقع به لحاظ عملکرد مدیران خب این اتفاق میفته. اما یه نکته هم توش هست، در تمام اون اتفاقاتی که چه در امریکا، چه در انگلیس، چه در افغانستان رخ داده، پدیده اینقدر گسترده نشده. خیلی مهمه ها، شما ببینید، یعنی به لحاظ خبری که خب بایکوت بوده، فقط تبدیل به مقاله شده، بعد هم که تمام شده، یعنی مدارس دیگر یا مناطق دیگر یا زمان ببره، حتی به یک ماه هیچ کدوم نرسیده. یک ماه پیش در قم شروع شده، هنوز ما پدیده تازه داره اوج رندومش رو، اوج نمودارش رو میگذرونه، تازه میخواد فروکش کنه، اونم تازه به واسطه اینکه حکومت دخالت کرده. پس این نشون میده که یک ارگانایزی، یک سیستمی در تمام این مراکزی که ما فکرش رو نمی کنیم، ببینی تعارف نداره. من وقتی دیدم جامعه پزشکی دامن زده به این موضوع، جامعه معلم ها دامن زده به این موضوع، به واسطه این که یک پدیده اجتماعی داریم به اسم نارضایتی که ابراز نمیشه، حالا این موضوع که اومده وسط، طرف تلاش کرده دامن بزنه بهش، باعث شده ما در واقع مس هیستوری تبدیل بشه به یک مس هیستوری جمعی، یک واکنش جمعی. یعنی همون پدیده قالب روانی یه لحظه آقا دوستان، کسی رو پایین نندازین، من حواسم هست کی رو میارم بالا، لطفاً اجازه بدید من خودم میارم بالا، کسی رو پایین نندازید لطفاً. یه لحظه آی دکتر تیرانی، آی دکتر سرابی، صدای من هست؟ آره اگر اجازه بدید من میگردم. آره من همین کار رو میخوام بکنم. لطفاً دوستان به هیچ عنوان اکسپ نکنن، اکسپ با خود دکتر سرابی باشه. لطفاً هم چت رو باز میکنم، آی دکتر سلطانی چت رو زحمت بکش، آی دکتر مهدی سلطانی ویرایش چت رو زحمت میکشه و مدیریت استجام. حالا اونش برای من چت زیاد اهمیتی نداره به شخصه، به دکتر کرمی، من میخوام دکتر کرمی عزیز به من توهین شد پاک نکنه، داره به بنده توهین شد پاک نکنه، بله به مهمان این جسارت نشه. آقای تیرانی بفرمایید اگه جنبندی بکنید ممنون. خواهش میکنم یه جنبندی بکنم. بله میخوام بگم الان این پدیده مخلوط شده با یه پدیده جدیدتری، همون پدیده‌ای که رسانه انجام میده، همون پدیده‌ای که شایعه انجام میده، از یک جایی تلاقی کرده با این موضوع. اینو از باید موشکافانه این دوتا رو از هم جدا بکنیم. خب مقابله با چیزی مثل شایعه یا موضوع رسانه‌ای، خب نسخش مشخصه در کشور ما، یه موضوعه. اما آقای دکتر کرمی عزیز، برای مقابله با چه مس هیستوری جمعی که رخ میده به لحاظ احساسی در دانش آموزا، این یک فاکتور، و یکی اون تکانه های روز اول، اصلا شاید هم نتونیم به توافق برسیم که چنین تکانه ای وجود داشته یا نداشته، ولی قطع به یقین نمیشه بدون تکانه باشه، چون اگه تکانه وجود نداشته باشه اصلا چنین پدیده ای ران نمیشه اصطلاحا، فقط نمیشه با یک مس هیستوری، میتونست با قالب های دیگه هم رخ بده. پس باید یه فکت علمی بیاریم که یا
ذاتن نبوده یا به شکل تکانه عمل کرده، یعنی بسیار محدود فقط یک تلنگر زده که این پدیده در واقع ران بشه. این یک نکته توضیح بدیم. یکی اینکه خب حالا با یک پدیده جمعی روبرو هستیم، آیا راهکار مقابلش فقط همین مقابله روانی یا نه ما میتونیم راهکارهای دیگه هم، من این توضیحات زیاد رو دادم که بدونیم در خانواده ها در سیستم آموزشی و اجتماع چه میگذره و این زنجیری به چه شکله، و خیلی هم برام جالب بود و حتی در این موضوع که حالا میخوایم باز بکنیم طولانی میشه، فقط همین رو بگم که این پدیده قالب اجتماعیش از قالب تخصصیش اگر جدا بکنیم فکر کنم راحت تر به راه پیشگیری برسیم. و یک مطلب آخر، پس اینجا به یک مطلب هم میرسیم، در قرنی که زندگی میکنیم آگاهی خانواده ها و تک تک ماها شده الزامی و دانستن پدرها و مادرها شده الزامی. این چیزیه که بتونیم باز نش کنیم. خیلی تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم اگر دوستان تحمل کردم، ممنون میشم ازش. تشکر، ممنون. آقای خراسانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بخیر، متشکرم. خوش آمدید. من سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که تازه ما پیوستن. بفرمایید. بله، ببین حالا این هم یکی از در واقع این اصطلاحا همین مسایکوجنیک ایلنس هم یه چیز یکی از احتمالات قویه. منتها بذارید یک کاری بکنم، من یکی دو تا گزارش رسمی که تا این لحظه منتشر شده اگه اونا رو مبنا قرار بدیم فکر کنم تا اندازه واسه ماها شاید بد نباشه. یک گزارش وزارت بهداشت منتشر کرده، من خودم شخصا بعد از اون گزارش فکر میکنم در واقع این احتمال در واقع همین MPI یه مقدار بیشتر شده، چون توی اون گزارش چند تا نکته اومدش. نکته اول این بودش که اینها در واقع با یه دستگاهی نزدیک 360 تا گاز رو به صورت محیطی بررسی میکردن و گازی پیدا نمیکردن. یعنی مبنای گزارش این بود که ما سم واحدی که در واقع همه جا بتونیم پیدا کنیم نیست، یک دو در واقع مواد استنشاقی پیدا کردیم که مواد استنشاقی سبکی هستن، یعنی مواد محرک هایی هستن که همه جا پیدا میشه و میزانش هم کم بود. سه، گزارش میگه که کمتر از 10% کسایی که ما تست گرفتیم ازشون اینا به دلیل این محرک ها در واقع دوچار مسمومیت های بالینی شده. خب اون وقت میمونه یک 90% که توضیح نمیده، یعنی 90% که میگه که ما اینا از اینا تست گرفتیم ولی هیچی پیدا نکردیم. اون وقت اگر این رو مبنا قرار بدیم، یعنی ما داریم راجع به یک در واقع 10% و یه 90% صحبت میکنیم و سمی که پیدا نشده و گروه اجتماعی مشخصی که الان هست. من خواستم بگم این MPI چیز عجیب غریبی نیست، چیز جدیدی هم نیست، یعنی دست کم توی مطالعاتی که سر جنبش های کارگری انجام شد ما دست کم از قرون 17-18 موارد ثبت شده اینطوری داریم. توی قرن 19 هم که خب به مراتب داریم، اینطوری که مثلا کارکنان کارگران یک کارخانه بدون عامل بیرونی حالا با تجهیزات اون دوران دوچار در واقع علائم بالینی می شدن. این توی رفتارشناسی هم چیز عجیب غریبی نیستش، یعنی ما در واقع سرایت عنصرهای هورمونی به جمع، عنصرهای هورمونی فردی به جمع، یا سرایت استرابهای فردی به جمع، یا در واقع احضار استرابهای جمعی، مثلا یه همین در واقع ماجرای ولزدی افکت، یا جایی که مواقعی که خانم‌هایی که توی یه گروه اجتماعی هست